نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی از ارسال پهباد از سوی تهران به بغداد خبر داد. همچنین در این گزارش آمده که ایران تاکنون چند تن تجهیزات نظامی به طور مخفیانه به عراق ارسال کرده است. مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران بارها هر گونه حضور نظامی در عراق را تکذیب کردند. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی با تشکیل دولت تازه مخالفت کرد و گفت بر مبنای قانون اساسی متعهد به تشکیل دولت خود خواهد بود. وی گفت هیچ چیز بر عراقی ها پنهان نیست. اهداف خطرناک پشت فراخوان برای تشکیل دولت نجات ملی چنانچه آنها مینامند روشن است. این تلاشی علیه قانون اساسی است تا روند دموکراسی جوان ما پایان یابد. سخنان نخست وزیر عراق در حالی است که آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق و جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکیل دولتی تازه را راهکاری برای پایان بحران خواندند. درگیری شبه نظامیان سنی مذهب موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در مناطق مختلف با ارتش و نیروهای داوطلب ادامه دارد.